محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، فکر می‌کنین که حملات ایالات متحده به حوثی‌ها می‌تونه ثبات و آرامش رو به دریای سرخ برگردونه با توجه به اینکه سخنگوی حوثی‌ها هم از واکنش به این حملات سخن گفته؟ وقتی شما و مخاطبین برنامه بخیر. خیر، من فکر نمی‌کنم حملات آمریکایی‌ها بتونه آرامش رو به دریای سرخ برگردونه، به این دلیل ساده که علی‌رغم همه فشارهایی که به حوثی‌ها میاد، کافیه که اونها توانایی‌هاشون رو در سطح حداقلی حفظ کنن برای اینکه بتونن یک مثلا قایقی رو بفرستن به شکل انتحاری یا یک پهبادی رو به سمت یک کشتی بفرستن برای اینکه اراده کشتی‌ها برای تردد در اون منطقه رو تحت تاثیر قرار بدن. و این نکته رو آقای بایدن هم دیروز در یک مصاحبه گفت. گفت ما ادامه میدیم همچنان حملات به حوثی‌ها رو، اما میدونیم که اونها هم متوقف نمیشن. اما برای اینکه یک تغییری در این وضعیت ایجاد بشه، صحبت‌های جدیدی در آمریکا هست. مثلا در شبکه CNN دیروز یک جنرال بازنشسته‌ای در مورد دو راه حل صحبت کرد که همون راه حل‌ها رو هم من دیدم وبسایت در واقع اینترسپت از زبان یک کارشناس دیگه گفته، و اون همینه که یک اینکه مسیر تدارکاتی حوثی‌ها که از خلیج فارس به سمت خلیج عدن هست بسته بشه. این البته به تنهایی با فعالیت آمریکا ممکن نیست، شاید باید حضور ائتلاف رو داشته باشیم که در ائتلاف هم ما دیدیم فرانسه، ایتالیا، عربستان، امارات و کشورهای دیگه خیلی مایل نبودن که همکاری کنن. اما این به نظرم سه مشکل عمده داره این راه حل. مشکل اول اینه که ما باید بدونیم راجع به چه وسعتی از منطقه صحبت می‌کنیم. خلیج عدن به تنهایی یک چیزی اولوش 410,000 کیلومتر مربع، یعنی یک چهارم مساحت ایران. این جدای از این ما دریای عرب رو هم داریم که اون هم وسعت بزرگی داره. بنابراین به لحاظ تکنیکی این کار بسیار سختیه و ساده نیست. مسئله دوم اینه که آقای بایدن و دولتش هر کاری که بکنن یک نیم نگاهی یا یک دورنمای از اون لحظه ای رو دارن که بایدن در مقابل ترامپ احتمالاً ایستاده و باید از سیاستش دفاع بکنه. در چند روز گذشته دو سرباز آمریکایی در این منطقه گم شدن و احتمالاً در واقع کشته شده باشن در زمانی که می‌خواستن یک قایقی رو مصادره کنند. و وسعت این منطقه و پوشش دادن اون نیروهای آمریکایی رو میتونه به خطر بندازه و احتمالاً در اون کارزار انتخاباتی در مناظره ها بایدن باید در مقابل ترامپ به این موضوع جواب بده. و مسئله سوم یا مشکل سوم به نظرم اینه که حتی اگر که فرض کنیم که خلیج عدن رو هم تحت پوشش قرار بدن، همچنان این احتمال وجود داره که از مسیرهای جایگزین مثلا عمان یا حتی من میتونم تصور کنم عربستان سعودی تدارکات به شکل قاچاق وارد یمن بشه. این راه حل اول بنابراین به نظرم خیلی عملی نیست. راه حل دومی هم که این جنرال و دیگران میدن بمباران و حمله در واقع شبانه روز به حوثی‌ها است، که این هم دو مشکل داره. مشکل اول این که خب آمریکا ذخایر استراتژیک موشکیش رو باید اینجا به کار بگیره که در مقابله با روسیه و چین احتمالاً به اینها نیاز خواهد داشت، و دو گران بودن این موشک‌هاست که بین 1 تا 2 میلیون دلار قیمت هر کدومشه و این محدودیت آمریکا خواهد بود. بله، ممنون از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از واشنگتن همراه ما بودید.